به 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 ببین کی اینجاست ما برگشته با نه تنها یه ویدیو جنجالی جدید پرهاشیه با استودیو جدید با کلی خبر اجازه بدین که خبرها رو تو دل ویدیو به شما قطعا میدم خورد خورد اجازه بدین که ویدیوهاش برسه آپلود بشه اونطوری بیشتر مزه میشه من کلا اخلاقم اینه که بعد یه کاری انجام بدم بعد به شما بگم که آقا همچین کاری میخوایم انجام بریم بریم سراغ ویدیوی حسین وفایی و جیمی وایت ببینیم که تو این مسابقه چه اتفاقی افتاده که از دیروز تا حالا تمام خبررسانی های اسنوکر در مورد این موضوع دارن صحبت میکنن با لایک و کامنت و سابسکرایب از برنامه خودتون اسنوکر شو بیلیارد حمایت کنید بزنید بریم بله چهره حسین وفایی رو میبینیم با افسانه اسنوکر مردی به نام جیمی وایت که بزرگ این ورزش به حساب میادش و در مقابل یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ اسنوکر ایران قرار گرفته حسین وفایی اوه 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 او حسین رفت تو کار کفتر در آوردن بچه من ویدیو رو عقب جلو اصلا نمیزنم چی کار داری میکنه حسین؟ این ویدیو یک صحنه شو فقط دیدم من اونم اینه که یه اتفاقی رقم میخوره که نیدم. از حتی ندارم کنون فریمه ولی بهتون قانونش و کامل آخر ویدیو توضیح میدم که اوزا از چه قراره. اما بازی هفت فریمه همونطور که میدونید گفتم بهتون مسابقات ایرلند شمالیه آه لاست. لاستی Uh, راسته uh, دو تا بازی خفن از مسابقه قبلی جا مونده حتما حتما اون دوتا رو برای شما میزن بازی نیمه نهایی و فیناله حتما اون دوتا رو با هم دیگه میبینیم صد در صد uh, و این نکته هستش الان که استودیو جدید اومدیم کار جدید داریم انجام میدیم بی نهایت ده برابر قبل نیاز به حمایت های شما داریم از نظر لایک کامنت سابسکرایب همین بریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاقی میافته اون لایک و کامنت و سابسکرایب شما تبدیل میشه به استودیوی خوب، نور خوب، تصویر خوب اینا همه بابت هم یه لایکی که انجام میدیم این اتفاقا رقم میخوره اما توی فریم اول حسین 22 امتیاز کسب کرده و چون با این میکروفونم باره اول دارم زبط میکنم این شکلی امیدوارم که صدام خوب باشه و مورد پسند شما قرار بگیره آه... میزنه بره تو دل پک این اتفاق رقم نمیخوره ولی یه قرمز داره آه... با زور میخواد حتی این زور نیست ها زور هست ولی به این ضربه میگن استان میخواد با این ضربه استان قهوه ای رو بزنه و کیوبال بیاره بالای میز این اتفاق رقم نمیخوره هر ایرادی از تصویر دارید بگیرید رنگ و پویستر هم قطعا عوض میشه تو هر ویدیو و تکراری نیست همین به نمیفته به قول قدیمی با یه ضربه آچاره میخواست بزنه آچاره سفید رو بندازه و این اتفاق فعلا رقم نمیخوره أوه خیلی نازک میخواست بباره و درستش هم همین بود چیمی س... وایت استوره خیلی از بازیکنهای بیلیارد و هستش میتونیم, بگیم به جرعت جز اولین نفرهایی بوده که این بازی رو جذابش کرده با حرکت ها و با ضربات نمایشی که زده خیلی بیننده جذب این ورزش کرده چه بیننده چه بازی کن اینجا ببینیم در مقابل حسین وفایی چی کار میکنه ولی این این داشته باشید از جیمی وایت که حالا اسمشه دیگه فقط اسمش مونده ولی آه. پابده میزنه رو فرم باشه حوصله داشته باشه میدونی زیاد وارد چالش نمیتونه بشه میگیری چی بهت میگم و اینجا میبینیم که 41 یک امتیاز و حسین رو ازش گرفت و میستاد گرفت حساب کرد اسکور با حسین به به یه ضربه خیلی دقیق و درست میزنه انقدر رفقا براتون خبر دارم انقدر براتون قصه دارم که چه کارهایی قرار انجام بدیم یه چند روز سب کنید چند روزا زیادم نه توی خودتون میدونید که جا به جایید با اختلاف شخمی ترین کاری که آدم تو زندگیش میتونه انجام بده ولی باید این اتفاق میافتاد تا این اتفاقای دیگه رقم بخوره لینک دونیت هم توی دیسکریپشن هست میتونید که اگر دوست دارید از برنامه خودتون حمایت بکنید هم لینک ریالی هست هم دلاری بریم تو دل داستان ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره حسین تونست 53 امتیاز کسب بکنه آه. یه مچ عجیبی دیدم جیمی وایت داره اون وسط میزنه چه اسنوکری گرفت از حسین حسین نتونست خارج بشه حسین نتونست دو... الان تونست الان تونست اسکور چیه؟ اسکور سه تا دو تا اضافه خب میز جذابی نیست ولی بابنی جیمی وایت پسش بر میاد یا نه اینجا یه چیزی هم شد جیمی وایت نه نتونه سه رو خوب بزنه ولی قهوه رو میگیره اینجا رو کلاس ضربه رو ببین اگر نخوره به صورتی خورده میخوره به صورتی و توپا میکاره دو دستی برای حسین حسینم حسین 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 آها این که خوبه <applause> یه جورایی و <با> بگیم حسین <applause> این فریم رو قصر در رفت جیمی وایت نزدیک بود که اگر قهوه به آبیش میومد تموم بود ولی علا حال تونست من یه جیمی وایت سر حال دارم میبینم چون جیمی وایت معمولا دیگه الان اصلا حس بازی نداره الان تو تور ارفه یا به صورت افتخاری هستش و ولی الان من دارم سر حال میبینمش که که میبینید داره میزنه رفقا دیگه می میبینید داره میزنه خوبم داره میزنه یه نه کنونی که میخواست شکل نگرفت بد زد و نتونست توپ افتاده دست حسین وفایی که این روزا با لوگوی ویراکا میبینیمش رو اون که لوگوی که رو بازوش میبینید اسپانسرش شده ویراکا ولی بعد بگی متاسفانه این برند اجازه وارد شدن وارداتش ممنوعه ولی مطمئن باشین اگر که این نبود با توجه به اینکه اسپانسر این قسم یعنی ویراکا اسپانسر حسین هم شده به جرات میتونم بگم که تمام میزای باشگاهیمون میتونست تغییر بکنه و به ویراکا اموان تبدیل بشه well, شدت میزای خوبیه به شدت برند معتبریه ویراکا تو این ورزش حکم بنزو داره همیشه خواهان داره همیشه حرف فره گفتن داره مخصوصا مدل اموانش اسکور چیه؟ اسکور سی و چهار به چهل جیمی وایت یه جورایی حس من داره میگه که جیمی وایت داره چطور میگم اون روش و اون روی سکر داره واسه حسین رو میکنه و تا گفتم هم میستاد بنده و حسین نباید از سر سوزنی رحمی بکنه به جیمی وایت میگم یهو هم موتورش روشن میشه من تو این چند سال اخیر آماده ترین جیمی وایتی که تو زندگیم دیدم تو این چند سال اخیر دیدم و الان در رو تصویر در مقابل حسین میبینم کلا این ضربه خوب میزنه از حالت اسنوکر در میاد دوباره جیمی وایت نه این بار نمیتونه استکر کنه حسین میخواد تو بگن از پشت توپ مشکی میفته نه یه لانگ شات خوب یا همون لانگ پات خودمون از حسین فرم اولو تونست ببره قطعا براش نظر روحی خوب بود کنم اسنوکر کرد یه اسنوکر خوب یه دکی اینجا رو باش ما رو باش بگم اسنوکره توپ و دو دستی کاش واسه یه جیمی وایت ببینیم کاری که دقت میکنیم بچه چطوری با فرم ضربه زدن چوب کیوبال رو میبره جلو او او, او 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 یکی این جیمی وایت رو جمع بکنه یکی این جیمی وایت رو جمع بکنه یک یک بریم به سراغ فریم سوم بازی اون اتفاقات تو بازی افتاد چون خیلی بولد شده آخر ویدیو قشنگ هم عکسش براتون میذارم تصویرش رو براتون میذارم که و قانونش کامل براتون توضیح میدم و جالب اینجاست حالا بزنیم با اون قسمتش که نه اون قسمتش که بیاد دقیقا شما عمق ام، وجود داور و حضور داور رو توی بازی اسنوکر متوجه میشید که چقدر یک داور همین داور با این حرکتی که الان انجام میده میبینید میدونید چقدر بولد میشه جایگاهش اسمش رسمش و از نظر من خیلی کار خفنی کرده داوره حالا بریم ببینیم بهتون میگم یک برند سازی وحشتناک هم برای خودش انجام داد با این کار نه رفقا من همچین حسی دارم یا شما همچین حسی دارین احساس کنم حسین اه نمیدونم چطور بگم زورش رو نمیزنه با جیمی وایت هممون هم میدونیم سطح و لول بازیش چه شکلی حسین یه حسی به من میگه صدشون نمیذاره یا داره تقسیم بندی میکنه انرژیشو یه چیزی تو بازی یه جای کار میلنگه چون با توجه به سن و سال و تمرین تم و این داستان ها حسین حتی یه فریم هم نباید به جیمی وایت بده میگیری چی بهت میگم ولی کاری به هیچ چی هم ندارم جیمی وایت امروز جیمی وایت اینطوری بهت بگم یکی از دوستانی که جیمی وایت رو نزدیک دیده بود و میشناخت و این داستان ها داشتم بایش صحبت میکردم گفت جیمی وایت رو میپرستن من اگر یه جای حضور داشته باشه رو سرشون قرار میدم اما 23 12 بازیه که توش برک ما ندیدیم نه طرف حسین نه طرف جیمی وایت بذارین یه چیزی تو بازی حسین دارم میبینم بذارین بینم اون چیزی که من دارم میبینم درست هست یا نه چون بازی هایلایت اون نقد دقیق رو نمیشه روش داشت بذار روی پات ببینم حسین داره این کار رو انجام میده یا نه که فقط صرفا روی این ضربه که من دیدم داره این اتفاق رقم میخوره احبه یه لانگ پات خوب یه حسی به من میگه بذارین بازم بگذره ولی من به شما میگم بدونی دارم به چی فکر میکنم با چی میزنه جیمی واک احساس میکنم حسین تایم پاز چوبش رو تایمینگش رو برده بالا من یه همچین حسی دارم نمیدونم شما هم دارین یا نه برای کسایی که متوجه نشدن چی دارم میگم ساده ترش رو میگم چوب وقت دلیوریش که انجام میده چوبش رو میکشه عقب اینجا ما یه پاز داریم یه نگه داشت دارم میکشه عقب یه پاز داره یه نگهداشتن داره آه این تایم نگه داشتنه رو احساس کنم حسین یا داره دستش رو بیشتر میکشه عقب یا داره این تایم پاز داره بیشتر میکنه حالا این تو این ضربات شما متوجه نمیشی بذار توی ضرباتی که یک کوچولو نیاز به پاور داره یه همچین حسی من گرفتم شما هم نظرتون رو بنویسید برام و ببینیم با هم, هم هم نظر هستیم یا نه سکورت شیه؟ 42-20 آقا جیمی وایت خیلی داره خوب بازی میکنه خیلی زیاد یعنی از اون طرف میتونم بگم جیمی وایت داره صدشو میذاره این دیگه نهایت بازی خوبیه جیمی وایته اینطوری به شما بگم یکم احساس بگم حسین سپرایز هم شده باشه مثل ما سی و آقا فریم شد فریم شد جیمی واین دو فریم از حسین گره و افتاد جلو اوه از فریم اول رو هم یه جورایی اگر قهوه یه به صورتی برخورد نمی یعنی توپ سفید به صورتی برخورد نمی کرد پشت فشته... اه... توپ آبی بودش یعنی نتیجه الان سه هیچ بود نه دو یک ولی اسنوکر دیگه شما نمیتونید رو احتمالات نظر بدید ببینیم حسین چه پلن و برنامه داره واسه این قصه فریم فریم مهمی اگر جیمی وایت ببره بعد بازی گره میخوره She about to the 46 امتیاز جیمی واید گرفت از حسین تو این فره فریم چهار رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم یه استوکر خوب از حسین تو این گرفتن رو خوب انجام میده حسین ها رو چت جت... میدونی میخواد چیکار بکنه میخواد به گوشه آخر دقیقه همین توپی که الان حسین زد میخواد به گوشه این به بره بالای میز و هر کاری کرد نشد و حسین یه موقعیت خوب پیدا کرد یه میز تمرینی در واقع افتاد دست حسین ببینیم که چیکار میکنه حتما حتما بعد این فریم رو ببره نذاره که خود فریم سه رو جیمی وایت بگیره تشکر میکنم بچه های ادیتور که همچنان کنار ما هستن و این کار تیمی هستش و هفت چی کار داره میکنه جیمی وایت چی کار داره میکنه کفتر واقعی و جیمی کفتر و... واقعی و جیمی وایت داره در میاره چقدر خوبه جیمی وایت تو این بازی کاملا همه سپرایزن از این لول جیمی وایت حسین دوباره میخواد کاغذی بزنه خالی میره به شما بگم این خیلی موضوع خیلی طبیعیه ها یعنی اصلا لول بازیکن رو با یه همچین چیزهایی نمیسنجن که خالی زد و نزد و فلان فقط یک چیز لول بازیکن رو مشخص میکنه مقام رنکینگ تمام دوباره سوگه میشه و از این حالت خارج میشه یه میز خوب یه میز خوب که حسین او 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 او, 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 او خطرناک بود این توپ بزنه فکر نمی بعد باید مشکرم بزنه بله او اوخ 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 چیکار کرد؟ چیکار کرد حسین؟ چی مشکی از مشکی آسونی نبود البته. تیمی وایت یه سیف ارزی اینجا یه دونه بعد ضربه دبل ایرانی میخواد نه. چه عجیبیه عجیبیه چه بازی نقد نپذیریه این بازی خیلی بازی عجیبیه من یکی از عجیب ترین بازیایی که حالا دیدم این بازی ها حسین و جیمی وایت چی داریم میبینیم ما من حسم اینه حسین یه نمه دست کم گرفت جیمی وایتو و بازی هم داره به نفع جیمی وایت میگذره و روز روز جیمی وایته ولی همه اینها از زیبایی بازی جیمی وایت کم نمیکنه این یه نقد نقد من یک نفره میتونه درست باشه میتونه غلط باشه شما با کامنت میتونید بگید با من موافقید یا مخالفید تو پفتو دست حسین ببینیم که چی کار میکنه رفت لب مرز یه فریم دیگه جیمی باید ازش بگیره رسما حسین وفای مسابقات ایرلند شمالی حذف میشه خیلی عجیبه اگر این اتفاق رقم بخوره حسین خیلی جاها از ضربات استان استفاده میکنه و به خوبی هم این نفر رو بلده و اجراش میکنه به این ضربه استان هم اگر نمیدونی بدون ضربه ای هستش که کیوبال رو هیچ چرخشی توش ایجاد نمیکنی که نه به سمت عقب بیاد نه به سمت جلو بره و به صورت استان به صورت سرخوردن حرکت میکنه که الان حالم خیلی کار آسونی نیست. سخت نیست ولی خیلی هم آسون نیست. باید بلد باشی بزنی. نه. نه نه اسکور اسکور چیه؟ 55 5 یه 50 تا میمونه 10 تا کم 40 تا. چی میزنه جیمی وایت؟ 55 24. این رو ماسک میکنه پنجا پنج نو میکنه چقدر خطا داد وای 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 پسر پسر اینجا رو ببین جیمی وای تو ببین به میز دو دسته تقدیم حسین کرد میز تا... وای 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 میتونیم بگیم به نظرتون قصر در رفت خود حسین از ریاکشنش مشخص بود که متوجه این موضوع شد این دست و قصر در رفت جیمی واید چی شده؟ یعنی احساس رو مثلا جیمی واید رفته و جوونیاش برگشته سه دو این فریم رو حسین ببره بازی به دیسایدر کشیده میشه که خیلی جذابه خیلی جذابه رفقا با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید خیلی بیشتر از قبل به حمایتتون احتیاج داریم این ماسک شده میخواد بزنه بخوره به قرمز میخوره کلا آیا بازی به دیسایدر کشیده میشه یا که نه جیمی واید حسین وفایی رو از مسابقات ایرلند شمالی حذف میکنه نه ریس نمیکنه حسین بخواد قرمز رو بزنه Frame, nothing potted. The points on the border from fouls. Fold. Don't know whether we'd, we'd like to see a repeat of that, or whether they would. They'd... We not coming here. Just get a warm welcome. The turbojunkers are all... unsafe in Ghana. Wow. چقدر حسین رو دا... حالا چاره چاره شما فکر کنید که بد داره میزنه از نظر من خیلی داره نزدیک میزنه نگیر چه میگم اگر این رو با اختلاف بزنی بله ایراد داری ولی وقتی انقدر نازک داری میزنی صحبت از یک میلیمتر داری میکنیم ابعاد نگاه کنیم میز چقدر چهار متر اه... چهار متر یک میلیمتر حساب بکنه دیگه واه تو گفت تو دست حسین ببینیم کار رو به دیسایدر میکشونه یا که نه؟, far, نه 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 قرمز رو نمیزنه به نظر من تحت فشار قرار گرفته آستونی هم نیست بردن بازی به دیسایدر راسون نیست ضربه خوبی نمیزنه جیمی وایت دلیلش هم اگر میخواد بدونید قطعا تمرین نداره قطع به یقین تمرین ولی این به معنای این نیست که بازی نمیکنه ها بازی کردم یک نوع تمرینه ولی مطمئنا تمرینی که بازیکنهای دیگه دارن رو جیمی وایت نداره نه یه الهی به تو میزنه جیمی وایت ولی خوشانسی هم میاره هیچ توپی به حسین نمیده never liked it Understand? The four minutes so you know the average is going to be extended Such beast, beast do. there's nil this is absolutely true Jimmy white was the first player I saw play and he played you in the Midlands Warsaw Town Hall <laughs> 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 اوه. نه شد نه نه راه سختی انتخاب کرده درسته راه سختیه وا چقدر خوب داره میزنه جیمی جیمی اوه. راهش همینه خرد به صورتی چه امتیازه خوبی داره میگیره اینجا این دوباره به صورتی دارم که صحنه آخ وپس باری کلا باری کلا دست تلا چه توپی رو رد کرد جیمی وایت چه توپی رو چی شد چقدر امتیاز داد به حسین 54 ۲4 ۳0 تا هم اختلاف دارن فیکس 24 الان ۲ تا کمتر شد چرا خوب داره بازی میکنه جیمی وایت خیلی خوب داره بازی میکنه نگم براتونه حالا اینجا حسین این قرمز رو میزنه یه صورتی میگیره اکستنشن رو بر اوه آخ آخ دار؟ وای درست دیدم بچه این چه سوتی بود حسین داد چوبش خورد به توپای اون زیر نم چی بود مشکی بود یا صورت یا قرمز بود چوبش خورد اونجا آه! ببین فشار بازی باعث میشه که یه همچین خطای عجیبی بده حسین خیلی فشار بازی چیز عجیبیه پنجاه و یک به چند به پنجاه و شیش به نظر توپی نداره مجبور او اوه خب مقابل فرصتش پشت شمشادا حسینو اینجاست اینجاست این اتفاق افتاد ها بخوی رو تصویر تا من آخر سفر رو بدم اینجا رو ببینید داور معتقده که سفید توی محدوده دی نیست اوکی دو تا خطای عجیب صرف کنید صحبت داریم حسین میگه داور اشتباه کرده یعنی ریاکشنش اینه که خطا بوده بریم اسکور چیه 65 62 حسین به هم ریخت این ضربه زدن یعنی به هم ریختگی ذهنی چی شد مثل اینکه تماشا چی حواس جیمی وایت رو پرت کرده خب خارج میشه وا 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 وای وای پنج تا جیمی وایت یازده تا جیمی وایت توپ زرد رو میزنه میره سراغ توپ سب دست چپم هست خوراکشه میزنه قهوه ای تمام وای وای که چقدر جیمی وایت تو این او آبی رو ببین یا خدا عجب بازی بود خیلی خفن بود اصلا جیمی وایت یه چیز عجیب غریبی شده بود اما دو تا نکته ببین حسین توی فریم آخر به هم ریخته بود از خطایی که داد مشخص بود که با رست معلومه ذهن جهواز جمع نبوده فشار بازی سپرایز شده این را حدود بگم از بازی وحشتناک خفن جیمی وایت سپرایز شده اوکیه کاملا قابل درکه برای همه بازیکن ها میتونه اتفاق بیفته اما روی این صحنه که دارم به شما نشون میدم با هم دیگه نگاه بکنیم تصویر قشنگتر از این و بهتر از این براتون ندارم که توپ سفید حسین رو به شما نشون بده اینی همیشه یادتون باشه مرکز کیوبال به صورت عمودی و افقی خیلی مهمه اوکی. وقتی که توپ سفید رو روی اسپات داره قرار میده حسین تقریبا بیشترش بیرون از محوطه دی هستش حالا اینکه خیلی مشخصه بیرون از دی باشه اون لاین دی باشه خطاه یه سوالی من برام پیش اومد گفتم که همینطوری دیگه سوال دیگه بالاخره از ذهن آدم کنجکاف باشه حسین داره از بیرون کیوبال ضربه میزنه به توپ سفید گفتیم شاید داور از اینجا خطا گرفته یا اگر مثلا حسین از توی محوطه دی فرض بگن اصلا توپ بعدی این ور بود درسته یعنی از اونجایی که حسین داره ضربه میزنه توی محوطه دی بود اون موقع قانونش چیه هیچ فرقی من داشتم با یکی از داورای بزرگ ایران صحبت میکردم نصرالله جعفری که فکر کنم همه تو میشناسینش از کسی که بیلیارد بازو اسم باز باشن بحثمون با هم دیگه این بود که قانون رو برای من گفتش دقیق اینه توپ سفید اصلا مهم نیست شما کجا به ضربه ضربه میزنید اگر نصفش از محوطه دی خط بالک و دی بیرون باشه توب خطا هستش و داور به نظر من خیلی دقیق خیلی با ما بهش میگیم جیگر خیلی جیگر کردش و این صحنه رو خطا گرفته یه ویدیو هم پیدا کردم برای خیلی سال پیش اون داور رو ببین اون رو ببین چه جیگری داشته که روی چه ضربه ای سعی میکنم این بغل براتون بذارم ببینید اگر ویدیوش رو پیدا کردم که وسطه چی میگن یعنی بازی روی توپ مشکیه این اتفاق رقم میخوره بازی رو فریم اعلام میکنه و بعدش هم کایرن ویلسون میاد ادای حسین رو در میاره با همین داور و شوخی میکنه و این داستان ها میخواستم به شما بگم که فشار بازی باعث میشه که ببین چقدر مهم بود اون خطایی که حسین داد و به همش میریزه یعنی فکر کن شما اینقدر قدرت پاتتون افتون قویه وقتی چیدمان ذهنتون به هم بریزه یه توپ ساده که باید بهش دقت بشه دقت نمیشه و این اتفاقها رقم میخوره و تو کل دنیا دارن در مورد این بازو صحبت میکنن و حق صد در صد با داور بوده و خیلی کار خفنی کرد همین تو ویدیو هم به شما گفتم این کارهای داوراست که وجود داور رو الزام میکنه که سر میز داور باشه یه داوری میگن خفنه یه داوری میگن خوبه یه داوری میگن فلان بیسانه هرفهیه دقیقا اینجا مشخص میشه البته اگر این موضوع برعکس بود یعنی داور اگر اشتباه کرده بود همونطوری هم سقوط آزار یعنی دیگه بازی های مهم بهش نمیدادن اعتماد به نفسش رو ازش میگرفتن ولی الان همه چی برعکس شده خیلی بازی خفنی بود اولین ویدیو تو استودیو جدید با این همه حاشیه ها و داستان شد خدا بخیر بکنه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کام سابسکرایب مثل همیشه از برنامه خودتون حمایت بکنین چرا من همیشه آقا فقط بگم و تمومش بکنم چرا همیشه میگم لایک کنین سابسکرایب بکنین شیر بکنین ویدیوها رو کیفیت ویدیوهای ما برنامه هامون میره بالاتر خیلیاتون به من گفتین که دیلی آپلود باش دیلی آپلود نیاز به انرژی مستقیم شما داره کامنت هر چند تا دوست دارین کامنت بزنید فقط تکراری نذارین شیر بکنی ویدیو رو حتما حتما اول ویدیو لایک بکنی همه این کارا رو بکنید که ما به دیلی آپلود برسیم کیفیت ویدیو بره بالا و کلی با هم دیگه عشق بکنیم و سرگرم باشیم دوستتون دارم منتظر کلی ویدیوهای خفن باشین خیلی چاکری عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.